آریا جان سلام. وقت بخیر، صدای من هست؟ بله بله هست. من سری قبلی درباره نجات پرستی صحبت کردم و اینکه مثلا اتهام نجات پرستی به ایران اینجوری اشتباهه و مثلا تفاوتشو با آلمان گفتم. بعد بابک جان تو یه سوال از من پرسیدی که درباره اینکه آیا در مثلا چیزهای دولتی، شرکت‌های دولتی آیا تفاوت رفتاری وجود داره بین یک آلمانی و یک مثلا مهاجر؟ و من اونجا گفتم چطوره؟ مرسی، ممنون، تو خوب هستی. بذار زریتر تام نکتهش بگه چون منتظریم همه سر نکته بگو. بعد من گفتم که نه، تفاوت وجود نداره، ولی فرقش اینه که اون ملزومه هایی که لازمه مثلا مثل زبان یا مثلا مثل اطلاعات به مهاجران نمیرسه. ولی خب مثلا الان من میخوام بگم که این حرف من تقریبا اشتباه بوده، به خاطری که مثلا الان که دارم نگاه میکنم میبینم که خیلی از چیزها هست که به آلمانی ها تعلق میگیره ولی به مهاجرا تعلق نمیگیره. برای مثلا یه مثالش، مثلا کافه یه وامیه که مثلا فقط به آلمانی ها داده میشه، یعنی شما باید آلمانی باشه مثلا اسمش بعد رو... یعنی مهاجر نمیتونه بگه. یا مثلا بعضی از بورسیا هم هستن که آریا جان، برای اینکه همه متوجه بشن مثلا در این دربارش صحبت میکنیم، قبل از اینکه بابک جواب بده، ما موضوع اصل موضوع اینه که یعنی نکته ای که میخوای بهش نتیجه که برسی بگو چی هست، برای اینکه خیلی ها نمیدونن بحث شما قبلا دربارش. منم الان یه مقدار قاطی کردم که اصلا موضوع نتیجه این نکته دربارش چیه، چون تو بابک ممکنه میدونین چون که با هم قبلا داشتین بحث میکردین. نتیجه گیری که میخواین از این بکنین رو برای که برای بقیه هم شفاف بشه یه ذره بهمون میگین که ما هم بفهمیم جریان چیه. نه، این یه بحث جانبی بود در بین بحث های ما، ولی مثلا صحبت من سر این بود که مثلا نجات پرستی به اون معنی داخل ایران تقریبا وجود نداره ولی در خب همینو داره. خب ببین، من میخواستم همینو شفاف، منم میخواستم هم برای که چون نمیدونن، خیلی ممکن نفهمن که این موضوع یه بحث حاشیه‌ای بود از یه چیز بزرگتر، برای همین اینو برای همه شفاف بکنیم که موضوع اصلی این بود که ما داشتیم میگفتیم نجات ستیزی توی ایران وجود داره ولی شما مثلا میخواستیم بگید که نجات ستیزی تو کشورهای سفید که سفید پوست مثلا بدتره یا بیشتره یا اون چیزی که تو ایران هست چیز خیلی بدی نیست. داشتیم دفاع میکردین از نجات این که مثلا تو ایران مشکل خیلی زیادی ما نداریم ولی مثلا تو کشورهای سفید پوست نجات ستیزی مشکل خیلی زیادیه. شما ادعاتون این بود، ما داشتیم میگفتیم که نجات ستیزی تو ایران بد زیاد هم هست، یه مشکل بزرگ. درسته؟ موضوعیم درسته؟ درسته این حرف. درست. خب ادامه بحثتون من وارد بحث میشم برای که بین شما و بابک، من فقط میخواستم متوجه بشم. بفهم جانم بابک، بابک میخوای جواب بده؟ نه میفهمیدی داشتی میگفتی، من اون قسمت اول متوجه نشدم، فهمیدی که یک نوع وامی هست. خب آره، مثلا گفتم که فرق هست بین مثلا قوانینی که برای مهاجرا وجود داره و قوانین، البته همه جا نه، بیشتر جاها 100% این دوتا با هم دیگه برابر هستن. خب غیر از همون دوتا ملزومه‌ای که گفتم که اون دوتا خیلی خیلی مهمه، ولی در زمینه‌هایی هم هستن که بله به آلمانی‌ها مثلا الان مثلا کافه میخوام بگیرم ولی نمیتونم بگیرم، برای همین مثلا مشکل مالی دارم. آریا جان شما اگر به حساب اشتادبورگشافت اون کشور هم داشته باشی یا به حساب شهروندی اون شهر گرفته باشی هم به تعلق نمیگیره، یعنی در اون صورت میگیره. چرا؟ درست در اون صورت میگیره. پس عملا هیچی نیست دیگه، پس عملا بازم تبعیضی نیست. نه، برای گرفتن شهروندی خیلی خیلی کارهای هست، یعنی خب یه سری قوانین داره. نه قوانینش به این راحتی ها نیست که مثلا هر کسی بتونه بگیره، بعد واقعا از جون ماری. مثلا به من ندادن به خاطر اینکه حقوق من 50 یورو از اون چیزی که میخواستن کمتر بود، فقط به خاطر 50 یورو یک سال و نیم مثلا من کار کردم به من مثلا شهروندی رو ندادن. یعنی خب همه اینا پس نه به خاطر نژادت، پس نه به خاطر نژادت، خاطر نژادت نبود، به خاطر حقوقت بود، به خاطر مهاجر بودن دیگه که باید پرداخت میکردی در اون دوره که 3 سال یا 5 سال الا هر چقدر من تو آلمان نمیدونم چقدر بود، بر اون اساس بوده. یا بعضی ها میان اون شهروندی رو نمیتونن بگیرن، جریمه باز دارن به عنوان مثال، اشترافه دارن، از جایی چیز گرفتن. اما این چی میگم، به خاطر نوع ملیتت نبوده یا اینکه تو صرفا مهاجر بودی نبوده. این تو اگر اون قوانین رو رعایت میکردی اون شهروندی رو بهت میدادن و عملا تو از اون وام هم میتونستی به حساب بهره‌مند بشی. درسته؟ خب این که مثلا فرض مثل این میمونه که مثلا شما بگی خب یه سری قوانین میذاریم برای فلان، مثلا برای کسایی که مهاجر هستن
که زندگیشون رو سخت کنیم، ولی اصلا هم ربطی به نجات پرستی نداره. یعنی اصلا کلا کلمه نجات داخل اروپا اصلا مطرح نمیشه این شکلی که مثلا آدم. آریا جان، هیچ کشوری این قابلیتی نداره که بتونه تا یعنی شما یه کشوری رو در نظر بگیرین که کاملا طراحی شده برای این تعداد آدم توی کشور که زندگی یه سیستمی وجود بیاره که تا اونجا که میتونه رفاه به وجود بیاره، و یه دفعه مثلا 500,000 آدم وارد این میشه، شما انتظار دارین که اینا انقدر کاملا یه فلکسیبیلیتی داشته باشن، یک سیستم انقدر پیشرفته‌ای داشته باشن که بتونن همه اینا رو به سرعت بپذیرن و یک رفاهی رو به وجود بیارن برای همه کسایی که دارن میان، به اون شکلی که همه کسایی که قبلا تو سیستم بودن و بیارن تو اون به اون شکل، مثل همه اگه نتونستن مهاجرا رو سریع بکنن مثل همه کسایی که قبلا تو این سیستم بودن، این میشه نجات ستیزیشون. ببینید آریا جان، من نجات ستیزی رو زمانی میتونم در مورد قبول کنم که تو به عنوان یه خارجی بیای و هیچ نوع امکاناتی بهت قرار نده، یا عملا تو رو به عنوان یک ایرانی نسبت به اون فردی که از رومانیا اومده یا از اوکراین اومده شما یک حقوق مساوی نداشته باشی و بگه که آقا چون تو ایرانی هستی یا افغان هستی این شرایط برای تو حاکم نیست، برای تو چیز نمیذارن، این شرایط رو نمیذارن. دستگاه خودمون بهتر میدیم، حالا حداقل تو کشورهای آلمان و حالا اتریش، یعنی عملا دولت از اون ابتدایی که تو میای حالا به حساب اون شرط پرندگی تو یا مهاجرت تو رو قبول میکنه، شما از اون ابتدا تو رو در مسیری قرار میده و حمایت هایی میکنه که تو زودتر به اون مرحله شهروندی برسی، یعنی چیزهایی بهت میده، حالا از آموزش های رایگان گرفته، از آموزش های رایگان گرفته، از کلاس های رایگان گرفته، خب اینا همه شروع میشه تا برسی به بالا. بسیار براشون مهمه آریا جان. شما اینکه اگه قابلیت اگه ببین اگه این که سیستماشون مشکل داره، که حتما مشکل داره، حتما نقص داره، نمیشه اصلا نداشته باشه، اگه این که قابلیت اینو ندارن که بتونن اینو به طور کامل اجرا بکنن، معنیش نیست که اینو نمیخوان. الان یکی از بزرگترین چیزهایی که مثلا سیاست مداران آلمان میخوان اینه که بتونن سرعت اینه که کسایی که دارن میان و وارد جامعه بکنن و بتونن مثل بقیه تو جامعه شریک بشن و میخوان اینو سرعتش رو بیشتر بکنن. یعنی این هر موقعی که شکست میخورن اینو شکست، یعنی اینو یک شکست میدونن، یعنی دارن سعی میکنن یه مشکلی که میخوان حل بکنن. شما اگه دارید میبینید که سیستمشون نقص داره یا بعضی جاها نمیتونن این کار انجام بدن، یا اینکه اگه تجربه بدی داریم با کسایی که مسئولانی که سر کار هستن، معنیش نیست که هدف حکومت نیست که همچین کاری رو انجام بده، هدفشون هست. دقیقاً همینه. آفرین، یه مثال خوبی زد، فکر کنم خودت هم برخورد کردی آریا. ما یه مثالی داریم تو اورتریش، میگه آقا وقتی رفتیم با این براتر صحبت کردی جواب منفی گرفتی، فرداش دوباره برو یه با جانشینی صحبت کن جواب مثبت رو میگیری. یعنی قانونی مشکل نداره، شاید برخی مواقع یک فرد نتواند اون قانون درست رو پیاده بکنه، متوجه، اما عملا در قانونش به این چیز وجود نداره. چی میگن این نژاد ستیزی یا حالا اسمش چیه، نجات پرستی وجود نداره عملا. نگاه کن بابک جان، من مثلا نجات پرستی رو به این میبینم که مثلا یک جمعیتی خودشون رو از دیگران برتر ببینن. خب من این رو، یعنی ممکنم هست حتی اینو نخوان نشون بدن، خب ولی همین حس رو که داشته باشن تأثیر میذاره در مدل تفکرشون در... یعنی من اون کلمه نجات پرستی رو به این نمیگم که حالا الزاما بخواد طرفو نابود بکنی بچزونی، نه، من دارم میگم همینقدر که یک جماعت خودشون برتر ببینن از لحاظ فکری نسبت به دیگران، این میشه نجات پرستی. و مثلا خب مثلا آلمانی ها یه مقدار خیلی زیادی نسبت به خارجی ها این حسو از دید من کاملا دارن. برای مثال مثلا ایرانی های هستن اینجا که مثلا 25 سال دارن زندگی میکنن، زبان آلمانی یاد نگرفتن، 25 سال دارن زندگی میکنن. به نظر تو این ایرانی ها آیا مشکل دارن؟ آیا اونها مشکل دارن؟ یا مثلا جامعه‌ای که دارن به اصطلاح شما فکر میکنی مثلا اونا میخوان دارن سعی میکنن کمک بکنن به خارجی ها؟ اصلا اینجا اصلا بحث کمک کردن بخش یه جوری که ایرانی هایی وجود دارن که گفتیم بعد از 25 سال آلمانی رو یاد نگرفتن، مثالتون این بود؟ آره مثلا خب من این دو تا نکته رو جواب بدم. یکی این که من فکر نمیکنم من و بابک ادعا کرده باشیم که نجات ستیز تو آلمان وجود نداره. من فکر نکنم این اداره کرده باشه. خب من میگم نجات، خب جفت، خب نجات پرست، من و بابک ادعا نکردیم که وجود نداره.
معلومه که وجود داره، زیاد تعدادشون هم زیاده. خب ما اگه داشتیم میگفتیم خب تو ایران مثلا بیشتر هستن، خب بر اساس چیزی که آمار نشون میده، حالا بگیم آمار غلطه، خب حتی اگر ما داریم اشتباه میکنیم، خب که مثلا تو ایران فرقتون بیشتر نیست، هیچ وقت این ادعا رو نکردیم که بگیم تو آلمان وجود نداره یه همچین چیزی. معلومه که وجود داره، خب وجود داره، معلومه زیاد هم هستن. خب ما میگیم که مثلا تو ما ادعامون این بود که تو کشورهای اروپای غربی به غیر از فرانسه و آمریکای شمالی از بقیه کشورها این کمتره. معنیش این نیست که تعدادشون زیاد نیست، نسبت به کشورهای دیگه کمتره. حتی اگه این ادعا اشتباه هم باشه بگیم بیشتر هم هست، هیچ وقت نگفتیم که وجود نداره. یکی این، خب یعنی میدونیم که هستن، زیاد هم هستن. خب یکی دیگه هم این که شما مثالی که الان که شما زدین، ایرانی که تو آلمان آلمانی یاد نگرفته، ببینید هر نمیدونم حالا تقصیر خود ایرانیه بوده یا تقصیر سیستم بوده، ولی نسبت به کشورهای دیگه آلمان واقعا از کشورهای دیگه بیشتر سعی میکنه که آلمانی مهاجرهاش آلمانی یاد بگیرن. یعنی کلاس‌های مجانی که دولت آلمان میذاره برای مهاجرین که آلمانی یاد بگیرن، حتی اگه نقص هم داشته باشه، حتی اگه شما بگین خوبم نیستن یا اینکه کسایی نمیدونم به بعضیا نمیرسه، هیچ کشوری کم وجود داره که مثال بزنید که به اندازه آلمان سعی کرده باشه که مهاجراش آلمانی زبونش یاد بگیرن. یعنی واقعا آلمان از بقیه کشورها توی این این مثال رو شما انتخاب کردین که آلمان اتفاقا از اکثر کشورهای دیگه جلوتره. حالا این معنیش نیست که همه رو میتونه بگیره، همه رو بهشون آلمانی یاد بده. معلومه که یه سری کسایی میمونن، شما میتونین مثال بزنین، ولی واقعا توی این یک موضوعی که مثال زدین کم میتونین کشور دیگه پیدا بکنین که هر مهاجری که اکثر مهاجرایی که میرن آلمان با پول دولت. یعنی من موندم که آلمانی‌ها چجوری اعتراض بیشتر نمی‌کنن، یعنی یه عمر مالیات دادن. خب البته نباید اعتراض کنن، اعتراض می‌کنن که چون حالیشون نیستیم به نفع آلمانه، نباید اعتراض کنن. خب ولی خیلی از آلمانی‌ها میگن بابا جون، یعنی هر مهاجری داری میاد با پول مالیات من شما دارین براش کلاس آلمانی می‌ذارین. می‌دونی البته اگر اقتصاد حالیشون بود شکایت نمی‌کردن، ولی خب ولی اینجوری هم به نظر میاد، یعنی اتفاقا از سیستم های دیگه آلمان بهتره. بخش من تکراری دارم بگوارید. نه دقیقاً درست داره میگی، خیلی این دقیقاً توی اتریش هم من میبینم خیلی این کشورها تلاش دارن میکنن که بعد میگه دون بحث اولمون که این حتی مسلمانایی که میانو با جامعه آلمانی یا اتریشی ادغامشون کنن از نظر فرهنگی، از نظر میگم از هر جهت حساب بکنی، خیلی دارن تلاش میکنن. آرمین خب بعضی ها نمیخوان قانون رو یاد بگیرن، نمیخوان این کار رو چونه تو اون شرط قرار بگیرن. خب ناخودآگاه وقتی که میرن در یک بانکی میخوان یک کاری انجام بدن، درخواست یه وامی بدن، وقتی که قوانینش رو نمیدونن، زبانشون رو نمیدونن، جواب منفی میگیرن، میان بیرون و میگن نجات پرستی شده. تازه که طرف 16 ساله داره زندگی میکنه، 16 سال هم از سوسیال پول گرفته، 16 سال هم کار سیام کرده. نگاه کن شما فکر میکنین مثلا یه مهاجر مثلا... آریا جان شما فکر میکنین مثلا یک مهاجر مثلا بره مکزیک، من جواب بدم تا صحبت های جدید باش. نه فقط اینم نه برای همین موضوع کوچیک میگم، شما فکر میکنین مثلا مقایسه کنیم با یک کشوری مثلا مکزیک یا آرژانتین، شما میکنین همین کشور دیگه مثلا مهاجراشون دولت میاد پول میده براشون کلاس مجانی میذاره که مثلا زبون اون کشور یاد بگیرن مهاجراشون. یعنی مثلا تایلند هم چی کاری میکنه، شما فکر میکنید مکزیک هم چی کاری میکنه، آلمان که هم چی کاری میکنه؟ بفرمایید. همه کشورهای اروپایی هم این کارو بکنن. حتی بقیه هم مثلا از لحاظ مالیاتی این چیزها حساب کنی که مهاجرها اینجا بیشترین طبقات کارگر، یعنی کارهای کارگری بر عهده دارن و کلا آلمان تمام کارهای پایینشو داره به بیشتر مهاجرا میده، یعنی اونها خودشون دارن پول خودشونو در میارن. این یک. بعد درباره این کلاس زبان و اینا، خب مثلا آلمان این شکلیه که دائم اینجوری نیست که مثلا شما بتونید 10 بار بری یه کلاس مثلا زبانت خوب بشه. اونا مثلا یه بار که رفتی میگن آ بلند شو به زور بره سر کار، حتی اگه کارم بلد نباشی به هر کاری که دستت اومد بعد بری انجام بده. اگه شده برید چه میدونم دستشویی خالی کنی تو بعد بری انجام بده. اینجوری نیست، فشار میذاره. اینجوری نیست که مثلا بگن خب دستتون درد نکن تمام عمرتون بیاین مثلا بشینین زبان بخونین. که خب شما چی؟ یعنی بیان شما قابلیت کار دارین، شما مجانی، یعنی راتون دادن تو کشور دارن براتون کلاس مجانی آلمانی هم میذارن، بعد میخوای بگی چی؟ میگی من میرم ممنون که این همه برام خرج کردین، ممنون که بهم جا دادین، ممنون که بهم خونه دادین، من میخوام بشینم خونه تلویزیون نگاه کنم حالا از این به بعد، ممنون از این همه هزینه که کردین، میخوام کار نکنم که مالیاتم نداشته باشم بدم، ممنون از همه کمکایی که کردین، من حالا هیچ چی دیگه.
خب یا پاشو برو یا یه کاری بکن، نمیدونم چه انتظاری داری. تحریف حرفای من آریا جان به تناسب تواناییت میری کار میکنی. هزارم بیام بجوام براتون بذارن تو دهنتون. زبانی تو وقتی که زبانی، اصلا منم اگر مسئول آلمان بودم میکرد، وقتی تو زبان آلمانی رو درست یاد نگرفتی به تناسب اون شرایطی که من برای تو گذاشتم که برای بقیه مهاجرین هم یکسان بوده، یعنی نیومدم فقط برای تو اون دوره رو بذارم یا کوتاهش کرده باشم، وقتی تو نرفتی و میبینم تو نمیتونی ارتباط برقرار بکنی، ببخشید نمیتونی ارتباط برقرار بکنی، خب طبیعتا نمیام تو رو بذارم کارمند بانک بشی، خب طبیعتا نمیتونی بری توی شغل دو بهتر و درستری هم بخوای کار کنی. تو اونجور که داری مثال میزنی، منم خیلی از ایرانی ها رو میشناسم و میبینیم و موفق هم هستن که میان تو از همین شرایط استفاده میکنن، همون کارگرای آلمانی دارن براشون کار میکنن. نگاه کن بابک جان، شما یه مقداری از بالا به پایین دارید هر دوتاتون به مهاجرا نگاه میکنید. مثلا من داخل اینجا پناهنده بودم، خب ماهای اول پناهندگی اینجا همه پناهنده ها همشون اشتیاق یاد گرفتن زبان رو دارن، اشتیاق نمیدونم کار کردن رو دارن، همه چی رو دارن. فکر میکنی فرقی که وجود نداره بین انسان، فرقی وجود نداره بین مهاجر و آلمانی از لحاظ نمیدونم اشتیاق برای زندگی، برای کار کردن و پول در آوردن، همه این چیزا هیچ فرق وجود نداره. ولی بعدن یواش یواش این اشتیاق رو از دست میدن. مثلا داشتم همه این حرفا رو زدم که به اینجا برسم که مثلا شما فکر کن یک خارجی داخل ایران بعد از 25 سال نتونه زبان فارسی رو یاد بگیره، این دیگه به خاطر اون خارجیه نیست. ما الان مثلا حتی داخل اینجا یک نفر که نیستن، اینجا مثلا هزاران نفر داریم که اصلا نمیتونن، یعنی نتونستن تو حال زبان آلمانیشون رو بگیرن. و علتش هم اینه که من تو ایران که بودم یه معلم آمریکایی داشتم و پدر مادرم هم دوستای آلمانی داشتن. این معلم آمریکایی من که به هم معلم خصوصی من بود برای زبان انگلیسی، حدود 12 سال بود که با شوهر ایرانیش تو ایران زندگی میکرد، یک کلمه فارسی بغیر از سلام، یک کلمه فارسی سلام و خداحافظ، یک کلمه فارسی نمیدونست. و یه دوستای آلمانی ما هم چندین دهه تو ایران بودن، بعضیاشون فارسیشون کاملا روان بود و بعضیشون یه ذره فارسی میدونستن، یه چند تایشون بودن که هیچ فارسی هیچی ندونستن، علاقه هم نداشتن یاد بگیرن. این استثناءه، ولی اون چیزی که من دارم در بارش صحبت میکنم جمعیت میلیونیه که نمیتونن آلمانی صحبت کنن، بخاطر که ارتباطی باهاشون برقرار نشده که نه چون اینا ارتباط بمی. ندارن، چون اینا اصلا بهشون محل گذاشته نمیشه که بخواد چیزی. شما آریا جان، شما بهترین سیستم هم داشته باشین. من آمار نمیدونم از کجا آوردی جمعیت میلیونی، بفهم. ببین ولی ما حتی بهترین سیستم هم داشته باشیم، خب معلومه که کامل نخواهد بود، نقص خواهد داشت، بعضیا رو جواب نخواهد داد. من نمیدونم شما چه انتظاری داشتین که میگید الان آلمان تونسته از هر کشور دیگه ای، واقعا فشاری هم که آلمان تنها کشور اروپایی بود که گفتش که ما همه رو یه مدت میگفته، یه مدت هم الان یه مقدارم پشیمون شدن، یه مدت برخلاف تمام کشورهای اروپایی گفتن در ما رو همه بازه، یه مدت گفتن در ما رو همه بازه، همه کشور اروپایی گفتن اینا آلمانی‌ها زده به سرشون، میگن به خاطر احساس عذاب وجدان جنگ جهانی دوم اینا از اونوری زده به سرشون، میخوان جبران گناهان جنگ جهانی دوم بکنن. دارن میگن ما اصلا نژاد ستیز نیستیم، ما هر کی میخواد بیاد، ما اصلا چک نمیکنیم. بعد درو باز کردن همه اومدن تو، و تعداد مهاجرینی که آلمان پذیرفت نسبت به کشور اروپایی دیگه اصلا به شدت بالاتر بود. بعدم با این آلمانی هم نمیدونم یه از بقیه فکر کنم سیستمی که درست کردن درسته که نقص داره، ولی از شما با ایتالیا بیان مقایسه کنین، با یونان بیان مقایسه کنین، با اسپانیا بیان مقایسه کنین، به شدت چیز مفیدتری درست کردن، یه سیستمی درست کردن که از همه جواب بیشتر میده. آیا نقص داره؟ معلومه که نقص داره، این همه مهاجر پذیرفتن، معلومه که شما هزاران گزینه میتونین نشون بدین، تجربه میتونین نشون بدین که جواب نداده، یا یه مسئولان نژادستیز بودن، اذیت آزار شدن بعضیا. بعدم شما دارین که شما میگین اینا مالیات دارن میدن، خب البته منم اینو میگم، اینا
این به نفع آلمان میشه. خیلی کسا فکر میکنن به ضرر آلمان میشه. ولی آلمان الان یه مشکلی که خیلی بزرگی که داره اینه که جمعیت جوان نداره. یعنی این مهاجران لازم داره. نه تنها این مهاجران لازم داره که این مهاجران احساس کنن آلمانیه و وارد جامعه بشن و به جامعه یکی بشن. اینو احتیاج داره. اینو آلمان احتیاج داره. برای همین همینجوری داره. شما اصلا نمیدونید چقدر داره مطالعه میشه تو آلمان که این سیستم جواب نداده، اینو عوض کنیم. یعنی شما اگه برید مطالعه بکنید و بخونید کسایی که مثلا متخصصینی که دارن تو آلمان دارن کار میکنن، این نقصایی که شما میبینین و اونا هزار بار بیشتر از شما دارن میبینن. برای این چیزای مشکلاتی که وجود دارن، اونا دارن اصلا تمام وقتشون رو گذاشته که اینا رو مطالعه کنن، هی دارن سیستم عوض میکنن که یه چیز بهتر پیدا کنن که جواب بهتری بده. الان از همه کشورهای دیگه بهتره. شما با کدوم با یک کشور مقایسه کن که مثلا از آلمان الان بهتره؟ آلمان ممکنه اینکه دو تا پیدا کنی، ولی از اکثر کشورهای دیگه بهتره. خب بعد شما انتظار دارین که جواب 100% بده، هیچ مشکلی پیدا نکنه؟ من نمیدونم چه. بعد میگین مالیات میدن. خب بله مالیات میدن، برای همینم آلمان باید ازش نگهداری کنه. ولی مثلا مشکل بقیه آلمانی‌ها اینه که بابا ما یه عمر داریم مالیات میدیم، اینا یه سالو دارن مالیات میدن، دو سالو دارن مالیات میدن. خب یعنی الان شما یک سال دارین مالیات میدین. ببین باید هم اینجوری باشه ها، ولی ببین بس چقدر سیستمیه که کسی که داره یک سال مالیات میده، دو سال مالیات میده، همه بچگیشو تمام زندگیشو جای دیگه بوده، پدر مادرش هم مالیات ندادن، الان دقیقا داره میرسه به یه جایی قرار دارن سعی میکنن یه سیستمی درست بکنن که دقیقا مقامش تو جامعه همون چیزی بشه که یک کسی که تمام عمرش داشته بره تو این سیستم مالیات میداده بشه. خب یعنی میخوان به اونجا برسن، اصلا هم ربطی با نژاد نداره. مشکل اینه که شما مهاجرین، شما اینجا نبودین قبلا، حالا ما میخوایم داریم سعیمون میکنیم که با بقیه برابر بشین، حالا به طور کامل موفق نشدیم. خب اعتراضم البته آره، یه چیز من بگم اصلا دفاعی بکنم، این اعتراض شما هست که باعث میشه که سیستمای آلمان پیش رفت. یعنی من نمیخوام بگم که اعتراض نباید بکنیم، خب یعنی اعتراض باید بشه، یعنی یه چیزی که فشار میاره مثلا رینک این سیستما بهتر بشه، همین اعتراضای مثل اعتراض شماست. یعنی من نمیگم اعتراض نکنید. بفهمید نگاه کن، اگه شما معتقد هستی انسان با انسان فرقی نداره، نمیتونی بگی مثلا فرض کن مهاجرا به خاطر اینکه مثلا شما چه توقع داری مهاجرا اومدن بخورن و بخوابن فلان بکنن. انسان با انسان اگه هیچ فرقی نداشته باشه، مهاجر آلمانی وجود نداره. یعنی اصلا براتون مثلا میگی خب آلمانی ها میتونن بخورن بخوابن همه کارا رو بکنن، هیچ فرق نه. بین این دو تا وجود نداره. یعنی سوء استفاده هر دو طرف میتونه باشه. انسان از انسان با انسان فرق داره، انسان از با انسان از ذاتی با حقوقی فرقی نداره. خب انسان با انسان از ذاتی با بر اساس معیار حقوقی نباید فرق داشته باشه. خب ولی وقتی که مثلا فرض کن که تو بیای خونه من، خب بیای در یخچال منو باز کنی، بگی که من میخوام غذای شام امشب تو رو بخورم، و من میگم چیکار داریم کنیم؟ شام منه. البته مثال کاملا شبیه ها، به این مثالی که من دارم میزنم مثال آلمان نیست. خب من فقط دارم نقص میکنم که تو چرا نمیتونی بگی که اینکه مثلا انسان با انسان برابره، نمیتونی اینو بگی که پس هر چیزی که تو داری منم باید داشته باشم. خب تو اگه بیای دم خون در خونه منو باز کنی، بری توی یخچال شام منو برداری بخوری، من بگم اه شام منو چه داری میخوری؟ تو بگی نه من دارم نصف شام تو رو میخورم، همه شام تو رو نمیخورم. من و تو با هم برابریم، ما جفتمون انسانیم، پس حقمون یکیه. من شام ندارم، تو شام داری، نصف شام تو باید مال من باشه. تو فکر می‌کنی وقتی میگیم انسان با انسان از نظر حقوقی برابره، معنیش اینه که یه کسی که مثلا توی یه سیستم یه کاری کرده، بخواد بازدهیشو ببینه، به عنوان یه کسی که جواب جدید اومده، باید انتظار داشته باشه که به طور سرعت بدون هیچ صبری برسه دقیقاً به اون جایی که توی به کسی که توی سیستم تمام عمرش بوده و کلی کار کرده و داشته مالیات می‌داده. برابری انسان با انسان معنیش نیست که، ببین معنیش اینه که از نظر حقوقی باید شما یه جور باهاتون رفتار بشه. معنیش نیست که هر چیزی که مال اونم الان حقشه که مال تو هم باشه. نگاه کن، درسته که مثلا آلمان اسمش دوچلنده، یعنی سرزمین آلمانی ها، ولی فهمیدی من دارم چی میگم؟ مثلا دارم در باره همون حرف خودت صحبت میکنم، ولی وقتی مثلا میگی خونه، اون خونه متعلق به یک نفره، ولی آلمان کشوری بوده که از سالها کلن همه کشورهایی که موفق شدن، تمام کشورها مثل آمریکا، همشون، کانادا، همه اینا از جاهای مختلف جوونا و مغزهای کشورهای دیگه جذب شدن رفتن اونجا. کشور اونها رو فقط، یعنی کشور آلمان فقط مال آلمانی ها به تنهایی نیست، مال مهاجرا هم هست. مثل ایران نیست که مثلا فرض کن از 100 سال پیش تا حالا هیچ مهاجری نداشته. مهاجرا اونجا زحمت کشیدن، کارگری کردن، یه عالم عرق ریختن.
اینجوری نیست که مثلا بگی خب اونا اومدن از چه میدونم حق جانم بابت مهاجره قبل و مهاجره ما باید تک تک انسان ها رو جدا از هم حساب بکنیم. شما نمیتونید بگی من مهاجرم، شما کشورتون مهاجره ساخته پس منم همون اونا. نه شما اونا نیستین، شما جدید اومدید. تو نمیتونی بگی چون مهاجر کشور شما رو... من 10 سالی که اینجا هستم در واقع. من تو رو آره جان، من وقتی میگم تو رو نمیگم، من میگم یه مهاجری که جدید اومد، تو آمی رو دارم میگم. من میگم یه نفر اومده دیروز پاشو گذاشته یه خاک، نمیتونه بگه که من حقم باید به همه آلمانی یکی باشه، پس رأی حق رأی من فرداش بهت بدی. خب منم دارم به عنوان یه کسی میگم که 10 سال اینجا هستم، یعنی من آریا ببین بحث آرمینم همین بود. تو که نمیتونی یه دفعه درو باز کنی بیای تو خونه من بشی پسرخاله من، که تو باید یک مرحله یا یه مراحلی باید پشت سر بذاری که بشی پسرخاله من، تو خونه من هر جا خاصی هر کاری خاصی بکنی. خب تو از یه کشور دیگه ای که همون ایران به هر دلیلی که خودتو حالا از همون نژاد و از همون گروه میدونی حقوق اولیت رعایت نشد، ترجیح دادی آقا مهاجرت کنی بیای کشور دیگه. خب ترجیح دادی از خونه همسایه درو باز کنی، پدر مادرت اوکی نبودن، بیای تو خونه من. اما قرار نیست تو چی کاری که تو خونه خودت اول میکردی همون اول بسم الله همون اول روز انجام. تو باید با قوانین خونه من آشنا بشی، باید با زبان خونه من آشنا بشی، با راه و روش من آشنا بشی، به خود من نزدیک بشی. خب من دارم به تو این امکاناتو بهت میدم، میگم آریا جان شما میخوای اینجا بمونی، اوکی این قوانین خونه منه، من چاکرتم هستم، تو این کارو اگر کردی تو میشی جزی از من، جزی از خانواده من، اگر نتوانستی انجام بدی نیستی. خب دقیقاً دولت آلمان یا این کشورهایی که مهاجر به این صورت گرفتن همین کارو با تو کردن. تو زمانی که 10 سال پیش اومدی، حالا چند سال حالا طول کشید بخواد حالا کارات انجام بشه نمیدونم، اما در ابتدا یک حقوق اولیه انسانی رو برای تو قائل شدن که همه جا ثابته. خب و بعد از اون حقوق شهروندی تو کم کم اضافه شد. اول بسم الله به تو پاسپورت و شهروندی آلمان رو نمیدن، طبیعیه. همون جوری که تو ما بعد از بحث هم منحرف نشیم، چون بحث ما سر ایران بود که میگفتیم نژاد پرستی بسیار زیاده و شما اومدی گفتی در آلمان زیادتره. خب اگر همون حقوق مهاجرین رو اگر حساب بکنیم، مگه ما کم مهاجر افغان داریم تو ایران که شاید بیشتر از 5 میلیون هستن، چه حقوقی بهشون تعلق گرفت؟ همین حقوق اولیه که تو خودت توی آلمان داری، همین تحصیل رایگان و مسائل چه این کارهای دیگه آیا برای افغان ها صورت گرفت؟ اصلا کاری هم دولت نداره. این مثال شما غلطه اصلا، یعنی شما داری میگی که تو یعنی داری یه کشور پیشرفته مثل آلمان رو مثال میزنی با یه کشور مثلا فرض کن در حال توسعه مثل ایران که اصلا واقعا قابل مثال زدن نیست. اینجوری نیست که مثلا من باید حقوق خودم رو اینجا مقایسه کنم با حقوق مثلا فرض کن افغانها در ایران. این اصلا کشورها اصلا از مثال زدم. میدونی چرا این مثال زدم؟ چون شما برگشتی به قدیم آلمان، گفتی که نخبه ها رو جمع کردن آلمان. هم تو اگر حساب تو اگر خودت توی آلمان هستی باید بدونی آلمان یه کشور بدهکاریه، درست درآمد بالایی داره، سطح رفاهی، اما بدهکاره. بعد از جنگ جهانی دوم به خیلی از کشورها بدهکاره و داره سالیانه داره پولاشون رو پرداخت میکنه. خب نگاه کن بابا نگاه کن اون چیزی که تو مثال زدی از اون چیزایی که گفتی، خب منم میدونم همه این چیزا رو. معلومه که یه چیز مشخصه که مثلا اگه مثلا یه نفر کاملا جدیده، خب طول میکشه تا بخواد به اون سطح. مسلمه این همچین چیزی اصلا چیزی نیست که من نفهممش، ولی به حرف من این نیست. حرف من اینه که اصلا این موضوع به اینجا ختم نمیشه. حرف من اینه که اون نژاد پرستی پنهانی در آلمان وجود داره که مثلا یه کسی میتونه اون حرف رو درک کنه که اینجا زندگی کرده باشه، با هزار یک چیز مثلا برخورد داشته باشه، هیچ ربطی هم نداره که 100 سال هم اینجا بمونه، باز هم همونا هست. اصلا هیچ چیزی نیست که مثلا فکر کنی خب تازه اومدی مثلا به نظر مثلا آیا من کمهوشم، مثلا نمیفهمم قوانین آلمانی، یا مثلا تنبلم نمیخوام زبانشون یاد بگیرم، ولی اصلا بحث این چیزا نیست. من مثلا ما مثلا اینجا که هستیم ایرانی ها، یا اصلا حتی ایرانی هم نه، کشورهای دیگه هم که هستن همیشه فیان، چرا مثلا ترک ها با خودشون بیشتر میپرن؟ چرا همه دنبال این هستن که بالاخره چرا همه اینجوری چیز شدن به اصطلاح گروه گروه شدن؟ به خاطر که بین آدم ها بدم.
اتفاقا خیلی جالبه، خوب چیزی گفتی. اتفاقا تو این قضیه مهاجرا مشکلی که همین الان حداقل من تو اتریش دارم میبینم و دولت دارم میبینم که با این قضیه داره، اینه که برخی از کشورها دقیقا مثل سوریه و مثل چچنیا و ترکا میان به صورت چی میگن کلونی زندگی میکنن، اصلا نمیتونن قبول کنن که در این جامعه بخوان چیه. این سوال خوبیه، بعدش بپرسم. میپرسم، آره. نمیتونن قبول بکنن که با جامعه ادغام بشن. واقعا وقتی هم که صحبت میکنیم، خودت هم الان میتونی این وسط، خیلی از بچه‌ها که تو لایو چت هستن میتونن این صحتشو اعلام بکنن. اتفاقا ایرانی‌ها جزء دسته‌ای هستن که کمتر به صورت کلونی زندگی میکنن، یعنی بیشتر در جوامع آلمانی یا در جوامعی که به حساب یا فرانسوی یا اتریشی دارن تو اونا ادغام میشن. یعنی تو کمتر جایی میبینی که بگی آقا اینجا این شهر مار ایرانی هست. این سوال هم بپرسید اینجا هست، دوستمو پرسیده، میگه از آریا بپرس که یه مثال از یه کشور بزن که قوانین مهاجرتش رو قبول داره. خب مثلا کانادا یه مقدار بهتره، ولی مثلا حتی اگه من حتی بگم هیچ کشوری هم وجود نداشته باشه که من قوانین مهاجرتش رو قبول داشته باشم، معنی برای این نمیده که حرف من غلط باشه، یعنی ممکنه همه اشتباه باشن، میدونی چی میگم؟ ولی خب کانادا یه مقدار بهتره. ولی ممکنه من یه چیز در به کانادا بگم، البته قبول دارم که کانادا بهتره، ولی کانادا راحت تره براش که یه سیستم بهتری داشته باشه، معنی که یه اقیانوس بینش و کشور مسلمان آفریقایی است. یعنی این اقیانوسی که وجود داره خودش یه فیلترینگ رو انجام میده، یعنی تن کسایی که میتونن بیان اکثرشون کسایی هستن که قابلیت خریدن بلیط هواپیما رو دارن، خب و برای همین معنیش این میشه کسایی که توی جامعه، یعنی یه مقدار بهترین ها رو داره میگیره، برای همین توی فیلتر کردن خودش این اقیانوسه خودش نصف کارا رو برایش داره انجام میده. خب ولی درست و حرفت هم آریا درسته که این که هیچ اگه مثالی نداشته باشی معنیش این نیست که پس یک اصلا آلمان داره درست کارش انجام میده، ولی خب ممکنه داره پیشنهاد میکنه، یعنی اثبات نمیکنه، ولی این پیشنهاد هست که ممکنه نشون بده که قابلیتش نیست، میدونی واسه یعنی امکان نداره که از این بهتر باشه، یعنی اثبات نمیکنه اینو، ولی این پیشنهادو میکنه که شاید به خاطر اینه که از این بهتر نمیشه. درسته. من یه چیز دیگه هم این آخر اضافه کنم، مثلا وقتی بگو بعد از جفتتون میخوام یه سوال بی ربط شخصی بکنم بعد از اینکه این نکته آخر آریا. من یه چیزی میخواستم بگم، بعد توی لایو چت آریا بگو. بگو بابتشن شما اول بگو. هیچ، من فقط میخواستم بگم قبل از هر چیزی یه سوزن به خودمون بزنیم، بعد جوالدوز رو ورداریم به هر کس دوست داریم بزنیم. نه من قبول ندارم، من چون آریا الان تو آلمانه باید از آلمان نقد بکنه، برای اینکه جامعه ای که توش داره زندگی میگم، چون بحثمون از ایران و اینا شروع شده بود. خب نه بابتشن نگاه کن، من اینجا زندگی دارم، اینکه منم حق دارم بخوام در مورد قوانین زندگی یا شرط مهاجرت توی اتریش هم بخوام بحث بکنم. منظور من اینه که هر صورت من اینجا جو اینجا رو یکم بهتر شاید بدونم، ولی آخرین چیزی هم که میخواستم بگم اینه که مثلا من بعد از صحبت قبلی یه سری اومدن به من هی چه میدونم چیز مسیج دادن که خب حالا چرا پس بر نمیگردی، چرا بر میگردی، یعنی به نظر من اینجور آدم ها دنیا رو، یعنی که کشور رو فقط با خیلی ساده میبینن. مثلا انگار مثلا فرض کن اگه یه کشور مثلا از دید من نجات پرست مثلا باشه، فاکتورهای دیگه‌ای در کنارش وجود نداره که مثلا اونا بهتر از ایران باشه یا مثلا فرض کن تو مثلا مشکل تو ایران اصلا فقط همین یه کلمه بوده، حالا رفته اونجا میدونه. خب مثلا از دید من فرض کن از دید من ایران از لحاظ منطقی پایینه، آلمان بهتره، ولی آلمان از لحاظ نجات پرستی بالاتره، ایران مثلا پایینتره. مثلا 100 تا چیز مختلف این وسط وجود داره که آدم بخواد بهش فکر کنه. اینجوری نیست که مثلا تا یه چیزی دیدیم خب پس برگرد اونجا. اصلا این جمله نه، یه مقدارم نجات پرستانه هست. من موافقم با این حرف آریا. من قبول ندارم که آلمان از ایران نجات پرست تره، من فکر کنم ایران بیشتره، ولی خب ولی از این که یک کشور لازم نیست که بدترین باشه که ما بازش نقد بکنیم. شما اگه شکایت توی شما باید بتونین ازش کشورش، حتی تو کشوری که توش زندگی نمی‌کنین. خب من کانادایی ام، من آمریکایی نیستم، کانادایی و ایرانی هستم، ولی از آمریکا به شدت نقد میکنم. کسی اگه بیاد به من بگه تو بیخود کردی از آمریکا نقد میکنی، تو آمریکایی نیستی، تو آمریکا اصلا زندگی نمیکنی، من میگم بیا جلومو بگیر، هر چقدر دلم بخواد نقد میکنم، میخوای چیکار کنی؟ یعنی هیچ کسی نمیتونه بگه تو مثلا از کانادا اگه من نقد بکنم بگه خب پس همین برو برگرد ایران. نمیرم،
میمونم از کانادا نقد میکنم، بله کانادا از ایران به شدت بهتره ولی مشکلات خودش رو داره، نقدم میکنم، تو هم بیا بگو خب پرگر ایران، من چجوری نمیتونی نه. بیا تو میخوای با کدوم ارتش میخوای منو بفرستی ایران؟ نمیتونی. من میمونم نقدم میکنم، هیچ کسی هم جلو نمیتونه. این حرف تو من قبول دارم آره. ولی نکته یه شخصی چی بگو؟ بگو. خواهی شخصی رو بگه. من میخواستم چی؟ با آریا میخواستم خدافزی کنم. حالا بگو من. آه نه قبل از اینکه آریا بره من میخواستم، من چون شقایق دفعه قبلم گفتم گوشت خوک دارم میخورم. خب. الان هم دارم گوشت خوک میخوام بخورم. شقایق حالش به هم خورد تو لایف چت. خب. من فکر میکنم که این کسایی که از گوشت خوک حالشون به هم میخوره به خاطر چیزی که اسلام اتفاق خیلی خوشمزه مونده. خیلی هم خوشمزه است. برای همین سامان هم یه سوپرچت به ما داد. مرسی سامان جان. سامان میگه با عشق بخونین و من الان در بینم صحبت کنم. دستندرکاران و دنبال کنندگان جمهوری بی خدایان تا فرصت بعدی تندرست باشید. مرسی سامان جان. من ممنون سامان، واقعا خیلی ممنون از سوپرچت. سوالم از لایف چت از سامان و بقیه و شما دوتا اینه که شما آیا از گوشت خود بدتون میاد یا نه؟ من؟ آره. نه تو که گفتی که خوشت میاد. من نه. اصلا میدونی من گوشت نمیخورم. خب. آه نمیخوری. تو فقط ماهی میخوری. ولی خوشمزه است. قبول داری که خوشمزه است. آره خب زمانی که میخوردم واقعا جز گوشتای خوشمزه بود. لذیذی بود. آریا. منم نه مشکلی با گوشت خود ندارم. نه. نداری تو لایف چت کسی کی؟ من فکر میکنم همه کسایی که تو لایف چت حالشون بد میشه از گوشت خوک به خاطر اسلامی که حالشون بد میشه، درسته؟ شما نظرتون اینه که مثلا کسایی که قبلا مسلمان بودن الان دیگه نیستن نمیتونن گوشت خوک بخورن، اکثرشون به خاطر تاثیر اسلامه، درسته؟ نظر شما اینه؟ به نظر من مثلا میتونه باشه میتونم نباشه، یعنی اکثرش ولی شاید باشه معلوم نیست. دقیقا فونیکس میخواستم بگم، مخصوصا بیکنش عالیه سر صبح صبحانه. اتفاقا آرمی نه بعضی هست، من بعضی از بچه ها رو مثلا میبینم همینجا سر رو مزهش اون ذائقه شون عادت نداره نسبت بون، یعنی گوشت گوسفند و گاو رو ترجیح میده. آره ذائقه است یه خورده. قاسم تو چی؟ تو میخوری؟ سلام من گوشت خوک تا حالا واقعیتش نخوردم ولی نظری هم ندارم، ولی فکر میکنم ببخشید بیشتر کسایی که خوششون نمیاد به خاطر اینه که خب نخوردم، مثلا من عقربم تا حالا نخوردم ولی فکرم نمیکنم تا حالا بخورم، نه اینکه حالا چون حرامه یا اسلامه، ولی خب مزهش یه جوریه دیگه، یعنی ظاهرش یه جوریه نمیشه خورد. حالا من یه اعتراف میکنم این وسط، من یه اعترافی هم بکنم این وسط. اتفاقا من زمانی که ایران بودم هرچنگای شکارم میرفتم دوستان، گرازم میزدیم، اون موقع یواشکی گوشت گرازم میخوردیم، اما این کارهای کثیف همو گذاشتم کنار دیگه. آره اونایی که خوردن میگن خیلی خوشمزه است. آره من همیشه وقتی هر گوشتی که میخورم یه مقدار از وجدان میگیرم به هر صورت، ولی سعی میکنم زیاد بهش فکر نکنم. شکار که دیگه کلا شکار و ماهیگیری و اینا یه مقداری ظاهرش چه مشکلی داره؟ به من بگین با گوشت دیگه ظاهرش مشکلی نه ظاهر گوشت رو نمیگم، ظاهر خود اون موجود رو میگم. آها وقتی زنده است، مثلا اینجا ما حالا محرم چی میشه عید قربان که میشد مثلا گوسفند رو تو حیاط میبستیم و دو ساعت بعد که سرش رو بریدیم داشتیم مثلا کبابش رو میخوردیم، اون قیافه گوسفند هنوز تو ذهنمون بود ولی داشتیم جگرش رو میخوردیم، اون یکم یه جوریه. ولی کلا گوشت خوب، گوشت جوجه تیغی اینا میگن برای مزه عرق خیلی خوشمزه است. ما بیشتر بال مرغ میلاد میلاد تو لایف چت میگه من کانگورم خوردم. منم خوردم. من اصلا باورم نمیشه استرالیا که رفتم تو مغازه جرکی کانگورو رو توی سوپرمارکت اصلا میتونین بخرید. تو سوپرمارکت میتونین گوشت کانگورو رو اینجوری استریپ کردن پکیجش کردن. آره میتونین آلمان و توش هم چیزم زیاده، گوشت آهو و گوزن هم خیلی زیاده. اوکی حالا مترجم گوشت کمتر بخوره. چی می‌خواستم گوشت کمتر اینجوری می‌تونی بشه گوشت کمتر بخوری؟ نه بدون گوشت سخته، بدون گوشت سخته. یه نکته تاریخی میخواستم بگم من این وسط، حالا چون همینجوری بحث مهاجرت شد و اینا،
آریا که اومد صحبت کرد. اولا آریا برات روزای خوبی آرزو میکنم، موفق بشی و هرچی زودترم اشتاتتو بگیری، اون شهروندیتو بگیری و بتونی اون وامتم برسی بگیری، اون قانون شامل تو بشه. بعد بگم که آره یه چیزی من چند وقت پیش میخوندم که خب به خاطر همینم حالا اینجا عملا حالا فارسیش چی میشه بابا تو ویگنی؟ فورتراک چی میشد آریا؟ قرار داد نه فورتراک میشه به اصطلاح خطابه یا مثلا پرزنتیشن. آره دقیقا آفرین پرزنتیشن. آره داشتم در مورد مهاجرت اینجا توی اتریش و در مورد یک فردی اینجا صحبت کرده بودم، خیلی اتریشی هم خوششون اومده بودن، یه سری هاشون هم اصلا نمیدونستن اصلا همچین شخصیتی وجود داره. فقط جهت اطلاع به دوستان میگم، یک نزدیک 200 خورده ای سال پیش، حالا دقیقا تاریخش رو خودم حضور ذهن ندارم، فرزند یکی از شاهان ایرانی اومد به اروپا در زمان ملکه ترزا، اومد اینجا پناهنده شده بود عملا و میگم یه درجات خیلی خاصی هم رسید، یک فرد خیلی معروفی شد و در آخر هم تمام ثروت، هر ثروتی هم که داشت و بین فقرا هم تقسیم کرد. حالا نمیدونم اگه من اسم نبردم گفتم شاید بچه ها تو لایو چت کسی میشناسه بنویسه، اگه نمیدونه که من خودم اسمشو لو بدم دیگه. تو میدونی آرمین؟ میدونستی؟ تو به من یه پرزنتیشن موقع نشون دادی ولی اسمش یادم رفت. آره کسی نمیدونه بابا، این چیز خیلی چرا؟ چرا؟ این دوست عزیز ما آباقی گفت، آباقری درست گفت، پسر نادرشاه بود، علی میرزا خان. توی اتریش و آلمان آریا به اسم لورد یوهان یوزف فون سملین معروفه، یه شخصیت خیلی معروفی هم هست. فقط همینو خواستم بگم که تو به این افتخار میکنی بابکا؟ من آره این میکنم. خیلی زیاد، چون ایرانیه. بله دقیقا، این تعصبیست کاری بکنی یه حس ناسیونالیستی داره. آره افتخارش کلی نداره، افتخار به یکی دیگه. افتخار ببین تو حرف. آره دقیقاً، من با قاسمم. آریا یه جوری صحبت میکنه انگار من گفتم افتخار اشکال داره. ما میگیم افتخار به کاری که خودت کردی باید بکنی، یعنی بهتر اینه که افتخار به چیزایی باشه که تو مسئولشی. خب نه افتخار به چیزی که من افتخار به کارهایی که آرمینم میکنم دارم وقتی بدونم مثبته. خب نه افتخار بیشتر به نظر من یه جور اول میگم بابک دیکلماش افتخار کنه بهتر از تو به یه نفر دیگه. قاسم دقیقاً، قاسم انقدر خودش کار کرده برای جمهوری بی خدایان که افتخار باید بکنه به کاری که خودش کرده. ببین ما میتونیم تشویق بکنیم، یعنی اینکه خوشحال باشیم برای کسی دیگه به خاطر اینکه کار کرده، ولی افتخار باید برای چیزایی باشه که خودت مسئول بشی. هم افتخار به نظر من افتخار کردن باعث میشه که آدم یه مقداری بتونه الگو، بعضیا هستن که با افتخار کردن از طرف مقابل الگو میگیرن و این باعث پیشرفتشون میشه، یعنی از لحاظ فکری خودشون. ما میتونیم بدون افتخار الگو بگیریم. ما میتونیم به یه نفر بگیم تو الگوی منی، برای اینکه از کارات خیلی خوشم میاد. افتخار باید میتون افتخار یه جوری خود ارضایی هست به خاطر کاری که تو مسئولش نیستی. یعنی افتخار رو باید ارضای، یعنی کسی باید از خود وقتی خود دیگه خود ارضایی هم بکنیم. آره دیگه، افتخار یه خود ارضایی خیلی چیپه، یه خود ارضایی هست که بدون که کاری انجام بدی داری از سوء استفاده میکنی از کارهای مفیدی که یه نفر دیگه زحمتش کرده، داری افتخار میکنی به اون در صورتی که اون انجام داده تو نکردی. تو میتونی الگوش بکنی، میتونی تشویقش بکنی، میتونی خوشحال باشی براش که این کارا رو کرده. افتخار و شرم باید سر چیزایی باشه. شرم هم همینطوره، مثلا خیلی از موقع یه سری کسای هندیایی که میافتن به جون من، یه سری هندیای دیگه میاد میگن آرمین من واقعا شرمنده، این شرم‌آوره برای ما هندیا. من میگم برای چی شرم‌آوره؟ مگه تو بودی؟ اصلا شرم‌آور نباید باشه. شرم‌آور هم شرم هم افتخار فقط باید برای یه چیزایی باشه که خودت مسئول باشی. من فکر می‌کنم بیشتر بحث حمایت دیگه. مثلا وقتی که یه نفر میاد میگه مثلا من افتخار می‌کنم مثلا به فلانی، در واقع داره حمایتش رو نشون میده، و وقتی داره میگه من مثلا شرمنده میشم از مثلا یکی دیگه، در واقع داره میگه که من با اینا نیستم، یعنی فقط داره خودشو
داره حمایت کردن تشویق... یا نکردنشو داره نشون میده در واقع. ما تشویق میکنیم که حمایت بکنه بدون اینکه خودش احساس بدی ببین من میگم تو اون هندی بوده تو هم هندی هستی کار اون هیچ قضاوتی بر تو نباید باشه. یه هندی یه کار بدی کرده تو میای میگی آرمین شرمنده، این شرم برای منه که این هندی بوده با این کار کرده. من میگم که تو میتونی حمایت بکنی از من ولی خودتو کمتر نبین، خودتو به خاطر کار اون کمتر نبین چون تو مسئولش نبودی. میتونی حمایت بکن ولی شرم نکن، یعنی نه خودتو بالاتر ببین به خاطر به این افتخار، یعنی من خودمو بالاتر میبینم به خاطر کار تو. خودتو بالاتر افتخار بکن به کار خودت، یعنی نمیگم افتخار نکن، تو خودت یه نقاشی کشیدی افتخار بکن، خودتو بالاتر ببین به خاطر این کار کردی. یه کار بدی کردی شرم هم داشته باش، خودتو پایینتر ببین به خاطر کاری که بدی که کردی. ولی اگه میخوای حمایت بکنی از یه نفر دیگه خودتو ارزش خودتو بیشتر نبین به خاطر کاری که یه نفر دیگه کرده. قاسم ببخشید تو داشتی میگفتی. نه میخواستم بگم یه جوری تعریف رو عوض کردن این دیگه، مثل کسایی که میگن مثلا چه میدونم قانون طبیعت رو اسمشو میذارن خدا بعد میگن اینم اثبات وجود خدا. حالا این که نمیشه که، تعریف رو عوض کردن، شرم دیگه است، اصلا هم خودزایی یه چیز دیگه است اصلا تعریفش. به قول مسئول فراستی توی نقد یکی از فیلم های فیلم جرم بود فکر کنم، فیلم جرم مسئول کیمیایی بود که میگفت مسئول کیمیایی با این فیلم خودارضایی کرده، که اگه فیلمو دیده باشی این توش پر از این المان های ایران قدیمه دیگه، کفش پاشنه به خواب و محیط زندان و چاقوی زامندار و لوتی منشی و اینجور چیزاست، که در واقع درست بود حرفش ولی خیلی بهش حمله کرده بودن. تعریفش خیلی درست بود از خودارضایی، دقیقا خودارضایی کرده بود مسئول کیمیایی با فیلم جرم. حالا اینا که میگن تعریف عوض کردنه دیگه، تعریفو عوض میکنن بعد چیز دیگه اثبات میکنن. ببین من اتفاقا فکر نمیکنم که مثلا کار بابک کاربرد نداره ها، من اتفاقا فکر میکنم مثلا بابک رفته این داستان این شخصو پیدا کرده و داره بولدش میکنه. من اگه میگم افتخار نکنین به این معنیش نیست که این داستان جالب نیست و نباید هایلایت بشه. اتفاقا هایلایت کردن این داستان کاربردش اینه که مثلا قابلیت مثلا به پذیرفته شدن توی جامعه بیگانه رو به یک مهاجر رو مثلا تا اون حدش رو مثلا میتونه نشون بده که امید بده. خب قابلیت امید دادن داره، از داستانش جالبه، کلی کاربردهای مختلف داره. من اگه میگم افتخار نکنید معنیش نیست که حمایت نکنید، معنیش اینه که این داستان رو بولد نکنید، معنیش اینه که این داستان جالب نیست، معنیش اینه که انگیزه نداشته باشین که این داستان رو به بقیه بگید. میگم افتخار نکنید، ارزش خودتون رو به خاطر کار یه نفر دیگه بالاتر یا پایین‌تر نبینید. آره تعریف رو عوض کردنه دیگه. من زمانی هم که اینو اینم بگم، من زمانی هم که این داستان رو بردم در آوردم، میگم رفتم اطلاعات ازش بیشتر در آوردم که بخوام بگم، چون دقیقا یک بحثی بود در مورد همین عدم ادغام پذیری، که ادغامی که به حساب مهاجرین انجام نمیدن، میگن آقا به حساب همون بحث کلونیایی که تشکیل میدن تو خودشون هستن و اینا، بحث این بود عملا به نوعی که باعث شد برم همچین داستانی رو پیدا بکنم، واقعیت رو پیدا بکنم، بیام به اتریشیا بگم که ببین یه شاهزاده ایرانی بوده تا این حد تو شما ادغام شده، متوجه، تا این حد همچین کارایی کرده. حالا داستانش خیلی مفصله و آخرش هم همه چیزش هم داده و رفته، متوجه این؟ خب این کاربرد داره. ببین من اگه میگم تعصب نداشته باشین یا افتخار نکنین به این چیزا، معنیش نیست که این کار بابک کار انجام نباید بده، به خاطر این کارش از لحاظ کاربردی خیلی کار مفیدیه. کجا استفاده بشه مهمه. آره برای چه موضوعی؟ آره. خیلی خب آقا قبل از اینکه بحث تموم کنین فکر می‌خواستم برنامه رو ببندین، نمی‌دونم حالا وقت دارین یا نه. یه ویدئویی دیده بودیم از یه سری افرادی که جمع شده بودن به علیه سیاست‌های بی بی سی اعتراض می‌کردن. دیدم قاسم جان، می‌خوای من بای بدم بعد تو ادامه صحبت کنی؟ راحت باش. خب موفق باشین، قربان شما. مرسی آریا جان، ممنون، قربان شما، موفق باشی آریا. مرسی.